پاییز سال 1366. اکنون ما در آغاز مرحله تازه‌ای از سیر تکاملی انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم. به راستی اگر آمریکا در خلیج فارس حضور نمی‌یافت، چگونه ممکن بود که ما نیروهای خیش را با این شتاب و بدین گستردگی سازماندهی کنیم و در فاصله‌ای بسیار کوتاه به تجربیاتی این چنین ارزشمند در نبرد دریایی دست یابی. انقلاب اسلامی به عنوان یگان مظهر حق در جهان امروز تنها در نبرد رو در رو با باطل است که به تمامیت میرسد و این چنین رو در رویی ما با آمریکا به عنوان مظهر بزرگ شیطان اجتناب ناپذیر و حتمی است. اگرچه هنوز شیطان بزرگ بر این قصد نیست که پای در عرصه آن نبرد سرنوشت بگذارد، اما به هر تقدیر
مبارزه کنونی ما با آمریکا در خلیج فارس مبین این حقیقت است که نور انقلاب اسلامی با سرعتی بسا بیشتر از آنچه بتوان تصور کرد پهنه سیاه شب جاهلیت را تسخیر می کند و پیش می رود. وقتی انقلاب اسلامی توانسته است تنها در مدت 9 سال از زمستان سال 1357 تا کنون به مرحله ای از تکامل خیش دست یابد که آمریکا را به دخالت نظامی وادار کند، چه بسا که سیرورت انقلاب خیلی زودتر از آنچه ما انتظار داریم به مراحل انتهایی رشد و تمامیت خیش نزدیک شود. اکنون در جستجوی حقیقت تاریخی انقلاب شایسته است که یک بار دیگر از این نظرگاه تازه به گذشته ها بنگریم و ببینیم ریشه این شجره طیبه که به مصداق قرآنیش تؤتی اکلها کلحین در کدام خاک بارور رویده است. گذشته ها محل تحقق اراده آفریدگار و مظهر و مجلای سنت های تغییر ناپذیر آفرینش است و این چنین در جستجوی فردا چه بهتر از آن که در گذشته ها نظر کنی و حقیقت خود را در این آینه عبرت بیابی. صدا میکنن که ایرانی ها با این قایقای کوچیکشون نمیتونن در برابر اون ناوچه های عظیمشون وایسن. ما چی میگید بهشون؟ طبق گفته برادر محسن رضایی میگن که ناوهای آمریکایی در آن واحد چند هدف میزنن. بالاخره ما میگیم یه در آن واحد 5 تا 6 تا 10 تا رو بزنن، 100 تا رو که نمیتونن بزنن، 1000 تا رو که نمیتونن بزنن. الحمدلله هزارها قایق آماده شده که به قلب آمریکا بتازن و ناوهاشون رو به خاک خون بکشن تو دریای خلیج فارس. تا کی حاضر هستید به این مبارزتون ادامه بدید؟ تا زمانی که امام، تا زمانی که صاحب ما تحت امر امام هستیم، گوش فرمان امام، تا زمانی که امام از اون خواسته ما به خاطر اسلام جونمون هم فدا میکنیم. بهمن ماه 1359، سوسنگرد. بیش از 5 ماه از آغاز جنگ نمیگذرد و سوسنگرد هنوز در محاصره دشمن است. نظام جمهوری اسلامی هنوز فلق بامدادی خیش را سپری نکرده و حاکمیت بنی صدر و اصحابش آخرین پرده تاریکی است که از سلطه شب بر جای مانده است. فضای آشفته‌ای که بلواهای سیاسی بنی صدر و منافقین در کشور آفریده طعمه طمعی است که صدام را به دام جنگ با نظام جمهوری اسلامی کشانده است. اگرچه صدام شکار طمع خیش است، اما ورای این همه خداست که اراده کرده است تا از طریق این رو در روی ماهیت اسلامی انقلاب را به کمال برساند و حقیقت آن را در پهنه کره زمین ظاهر کند. اکنون 200 نفر از برادران سپاه و بسیج مساجد با فرماندهی برادر اسحاق عزیزی و علی رضا نوری گردانی را به نام شهید حسین علم الهدا تشکیل دادند تا در عملیاتی که همین دو برادر طراح آن هستند شرکت کنند. پل قدیمی رودخانه سوسنگرد منهدم شده است و ما بعد از مدت‌ها که با کلک‌های چوبی رفت آمد می‌کردیم، پل تازه ای را با تیرهای چوبی، تناب و کابل‌های قطور فلزی ساختیم و بر رودخانه نصب کردیم. Thank you.
کانال هایی که با مرارت بسیار حفر شده است از حاشیه رودخانه سوسنگرد آغاز می شود و قرار است که به 4 نقطه مشخص از اردوی دشمن ختم شود. هنوز حفر کانال ها به اتمام نرسیده است و برادران شبان روز تلاش می کنند تا کار را برای اواخر اسفند به پایان برسانند. اگر چشم عنایت خدا با ما باشد و این عملیات پیروزمندانه انجام شود، امت حزب الله عیدی خوبی خواهند گرفت. روزها و روزها یک کار مداوم یک نواخت و بسیار دشوار. اگر انسان آفاق لایتناهای امید بخش آن سوی وجود محدود خیش را در نیابد، هرگز نخواهد توانست این همه صبورانه روزها و روزها تنها کلنگ بزند و خاکها را با بیل بیرون بریزد و بعد باز هم کلنگ بزند و آنگاه خاکها را بیرون بریزد و باز هم. تو درگیر همایزه محاصره در رفته بود، اومد اومدش اونجایی. این کسی نماز که میخوند پشت شما میسدین، سر نماز همه گریه میگرفتن، اینقدر این با ایمان بود. آنچه به انسان استقامت و صبر میبخشد رضایت خداست. رضایت خدا نیز در رضایت امام است. تصور رضایت او آفتاب بیغروبی است که بر آفاق وجود ما میتابد. خستگی و دلمردگی انجماد است و زمستان را در این دیار راهی نیست. اکنون نزدیک به یک ماه از آخرین تهاجم ما به نیروهای متجاوز دشمن در هویزه می گذرد. این تهاجم ناموفق بار دیگر نشان داد که ما با شیوه های کلاسیک جنگ نمی توانیم دشمن را از مواضع اشغالی به عقب برانیم. ما از تاریخ صدر اسلام آموخته ایم که حقیقت ارتش مکتبی در بسیج عمومی مردم تحقق می‌یابد. امام و مردم دو کانون اصلی عهد و پیمانی هستند که مفهوم ولایت را محقق می‌دارد. با ولایت فقهاء حائز شرائط این عهد به امام معصوم منتهی می‌گردد و این چنین حکومت عدل در زمان غیبت امام معصوم اما در ظل ولایت او تشکیل می‌شود. اکنون بزرگترین مانعی که در برابر تحقق این امر وجود دارد بنی صدر است. او به شدت از حضور مردم در جنگ و تحقق معیارهای مکتبی در ارتش جلوگیری می کند و نمی خواهد اجازه دهد که ما شیوه های جدیدی را خلاف روش های شناخته شده کلاسیک تجربه کنیم. زدم به خاطر اینکه ما موقعی که این دستورخونه اومدیم مثلا نه قایق بود نه آب بود، آب خوردن نداشتیم. بعد اینجا اومدیم چاه زدیم برای بچه‌ها که از آبش برای خوردن و وضو گرفتن استفاده کنن. برادرها خیلی زحمت کشیدن تا این چاه را کنن. ساعت ویرانه های شهر سوسنگرد بعد از ماه ها غربت و تنهایی بار دیگر انس حضور یافتند و آشنایانی هم نوای خیش را در کوچه ها و خیابان ها و خانه های متروک باز پذیرفتند. عالم همه آکنده از ذکر حق است و اگر انسان با این ذکر هم نوایی کند، غربت ها از میان برمیخیزد و در و دیوار همچون ستون حنانه
با او انس میگیرد. به خاطر این زدیم برای اینکه اینا دید کامل دارن روی اثبات و به هیچ وجه نمیشد از رو اثبات بریم. بعد ما با امکانات که نداشتیم برادرامون با دست با بیل و کلنگ با چقدر زحمت این کانال از زیر اثبات زدن تا در اومدیم اون دست خیابون. کانال ادامه پیدا می کند، چندین رشته می شود، از زیر خیابان ها و از درون خانه های متروک می گذرد، از کنار نخلستان رد می شود و پشت خانه های آن سوی شهر سر در می آورد. اثری که فی نفسه از آن انگیزه عظیمی کاشفیت دارد که ما را بدین جا کشانده است. وقتی از آن نقب زیر خیابان بیرون بیاییم، به گروهی دیگر از برادران برخواهیم خورد که در کمال صبر و سکوت کلنگ میزنند و بابیل خاک ها را بیرون میریزند و کانال را به سوی اردوی دشمن ادامه میدهند. برادر دیده‌ور و برادر توانا نیز در میان آنها هستند. دیده‌ور کلنگ را به کناری میگذارد و همراه ما به راه میفته. یه چای آبه که برادر موقعی که ما اومدیم این برای اثبات از زیر کانال اومدیم این برای این آب به هیچ وجه نداریم و نمیشه آب خوردن از جای آورد. برادر زدن تقریبا 3-4 متر پایین بردنش با کلنگ و اینا که آب ازش کشیدن بالا. یه مقداری شور هست ولی برادر استفاده میکنه. اگر میدانستیم که آن آب را از دست یک شهید مینوشیم، شاید مزه شور آن را احساس نمیکردیم. اما این چنین نبود و برای آنان که معنای حیات دنیای خیش را در آب لوله کشی و برق و تلفن و پارک و سینما و غفلت کده های تاریک و روشن کنار خیابان های شهر میبینند، شاید اصلا این سخن مفهوم نیفتد. جعبه و بوشکه پر خاک کردیم، گذاشتیم که پشتشون هم گونی باید پر بشه. دستی اینا بچه ها وقتی که جلو میخوام برن درست بتونن عبور کنن. و از چاه که بگذری، کانال از سوراخی در دل یک دیوار به حیات یک خانه ویران منتهی می گردد که در کنار آن یک سه‌چرخه بچگانه افتاده است. اما چه جای تأسف، عمری که در مبارزه با باطل صرف نشود به هیچ نمی ارزد. اون نزدیک جنگله و پشت جنگل عراقیان با تانگ و نفرات باید در حاشیه این خاطرات اضافه کنیم. اکنون برادر عزیزی، برادر دیده‌ور و برادر توانا شهید شدند و خون آنها در شریانهای فاتحان طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس جریان یافته است. برادر دیده‌ور در روز عملیات، برادر عزیزی یک هفته بعد و برادر توانا نمیدانم و برادر نوری 6 سال بعد در عملیات کربلای 5. کمی آن طرفتر به یکی از مقرهای دیدبانی خواهیم رسید و در آنجا برادر صبوری را خواهیم دید. او هم یکی از آن 72 نفری است که همراه با برادر علیرضا نوری از بسیج راه آهن آمدند.
باز هم در حاشیه این خاطرات باید افسود. برادر صبوری نیست، اکنون به خیل شهدا پیوسته است، اگرچه باز خونخواهی او هنوز هم برگردن ماست. جلو ماست که نزدیکتر به عراقی میشیم و برادره دارن کانال ادامه میدن واوز کشیم اون سنگ دارن بری شما برو برگر سلام علیکم در اینجا دیگر آن همه به دشمن نزدیک هستیم که برای آن که صدای من را نشنوند باید آهسته سخن بگوییم. حالا اینجا ساعت میدوش را فاصله نداره اونجا که رفتیم درشتیم اگر علف ها را کنار بزنی کلاهک تانک های دشمن را نیز در 100 متری و یا حتی نزدیکتر خواهی دید. در اینجا بچه ها مشغول کندن انباری هستند که تسلیحات مورد نیاز برای عملیات را در آن پنهان کنند. آنها سعی کردند که این انبار را حتی المقدور نزدیکتر به جبهه دشمن حفر کنند تا در روز عملیات به طور کامل در دسترس قرار داشته باشند. بیست و پنجم اسفند ماه 1359، روز قبل از عملیات. چگونه میتوان از این لحظات سخن گفت؟ فردا ساعت 7:30 صبح عملیات آغاز خواهد شد.
بچه ها در جریان شناسایی ها دریافته بودند که نیروهای دشمن از خوف شبیخون تا صبح نگهبانی می دهند، اما با روشن شدن هوا می خوابند و نگهبانی ها سست می شود. تاریکی شب همواره به مثابه پوششی استتاری به کمک رزمندگان اسلام می آمد، اما این بار آنها می خواستند به خلاف عادت در روشنایی روز حمله کنند. فردا چه خواهد شد؟ عجیب نیست اگر امروز گاه و بیگاه کسی را یافتی که در خلوتکده درونش دل به تنهایی سپرده و در اندیشه فردا به نقطه‌ای در منظر خیال خیش خیره شده است. در این 6 ماهی که از آغاز جنگ تحمیلی گذشته، این نخستین باری است که رزمندگان اسلام قصد دارند سنت‌های کلاسیک نبرد را در هم بشکنند و 200 تکور تنها با سلاح‌های سبک و RPG به قلب سپاه دشمن هجوم آورند. فردا چه خواهد شد؟ بابا اونجوری نمیشه، یا تنها باید من بزن اینجوری زیر بغله اون تو چیز، یا من از دوباره گردنش اینجوری همینجوری بکشم ببرم، همینجوری ببرم. غروب هنگام برادر عزیزی فرمانده عملیات و برادر نوری مسئول ستاد گردان به قرارگاه های مختلف سر می کشند و بچه ها را توجیه می کنند. شش سال بعد شهید عزیز علیرضا نوری قائم مقام لشکر 27 در موقعیتی به شهادت رسید که قبلا دست راستش را در عملیات والفجر 1 تقدیم سید الشهدا علیه السلام کرده بود. من برای چند تذکر کوتاه بود که این برادر ما خواستیم بگیم نقشه الان در اختیار برادر ما قرار میگیره. برادر بهرامی، برادر نافع، شما را توجیه میکنم تا جایی که احتیاج بشه، ولی تذکرهایی که ما میخواستیم بدیم حداقل این مدت کمی که باقی مونده، اینکه هیچ برادری اصلا خود به خود خودش را نمیفته بدون اجازه فرمانده ای که داره اونجا، یا اینکه چون دلش میخواد. اولا این گروه هایی که اونجا میره به هیچ وجه داخل دشمن نمیشن تا موقعی که بیسی بشون بوده. کار شما خیلی حساسه، خیلی مهمه. بعد البته وظایفی که خودت میداری این هم مال برادر بهرامیه. چیکار کنم وظایف گروه های ایزایی ها و نیمه عملیاتی رو کاملا نوشته، یعنی چیکار باید بکنیم. اونجا هم من یه مقداری برای برادر ها بازم خود برادر همون توضیح میدن بهتون و توضیح داده میشه. هر برادری هر چی کم بود داره الان میگیره، یعنی شما همه شب پیش هم خوابیدین، بیسمیچیتون هم پیش شما، تدارکاتیتون هم پیش خودتونه. صبح بر نمیگردیم بگردیم دنبال یه برادری که گم شده یا جایی رفته یا کجاست. پس صبح زود بیاری خدا بلند شدیم با موقعی که میخوان عملیات انجام بدیم پیش هم بلند شدیم، همه شما پیش هم در یه آن 5 دقیقه 10 دقیقه آماده شدیم و حرکت میکنیم باتون. من دیگه صحبتی ندارم، برادرا یه تکبیر بگیم. الله اکبر، الله اکبر، الله بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان این کلی شیطانی کار نزدیک است. ای کسانی که ایمان آورده اید،
ای اونها که خدا را قبول کردید و رسالت انسانی و الهی را میخواهید به صحه عمل در بیارید، شما قتال میکنید، جهاد میکنید در راه خدا، شما مبارزه میکنید تا حاکمیت الله را در صحنه گیتی، پرچم توحیدش را به اهتزاز در بیارید. اما در مقابل کسانی که شعور و درک و فهم و عقل ندارند و پایبند مادیات و پایبند شکم و دامن هستند، قتال می کنند در راه طاغوت تا استعدادها و اون نیروهای فطرتی را که خداوند متعال در دل هر بشری قرار داده است کتمان کنند و استبداد و استثمار و استضعاف را جهت بندگان به حاکمیت بنشانند. اما زهی خیال باطل. خدا می فرماید ای ایمان آورده ها، بکشید این اولیاء شیطان را. هر آینه کید و مکر و فریب این شیطان صفتان. فردا چه خواهد شد؟ تو گویی برادر سید محمد جواد دیده‌ور در منظر فردا چشم به خورشیدی دوخته است که به پیشواز او خواهد آمد. روز 26 اسفند ساعت 7:30 صبح عملیات آغاز شد. فرماندهی عملیات از 100 متری جبهه و از درون خانه ویرانه‌ای که گلوله های توپ و خمپاره دیوارها و سقف آن را جای سوراخ کرده بودند انجام می شد. برادر عزیزی و برادر نوری از بالا یک نردبان چوبی با دوربین همه منطقه را زیر نظر داشتند و عملیات را رهبری می کردند. ببینیم تموم شده کارشانه نمیتونیم همیشه بیشه بکنیم تا ببینیم تو خونه کارش تموم شده بیانه نمیتونیم ایران کنیم حتما؟ بسی یه ساده کنم رزا امیر رزا امیر رزا امیر امیر مسعود
امیر جان یکیشو بیارش رو الله، بیارش رو الله، میزونش کن به گوش باش. سری سری بگوشم بگوشم. قرد نکنم، فقط یکی پشتشون بزنم. میگم قرد نکنم این 86 ها، فقط پشتشون بزنم. یکی ارتباش بیشتر کنم، من برم خورد نکنم پشتشون. بله غافلگیر شد و عملیات با سرعت غیرقابل تصوری با پیروزی به نتیجه رسید. دشمن با از دست دادن یک گردان تانک و یک گردان مکانیزه به عقب نشست و طرح دقیقاً اجرا شد. مشت گره کرده ی حضرت امام دلیل راه ما و تمثیلی است که به خوبی از عهده بیان راه آینده ما برمی آید. تمامیت انقلاب اسلامی به عنوان تنها مظهر حق در سراسر کره زمین در رو در روی کامل با مظاهر شیطان است و این همان راهی است که انبیا و پیروان آنها از آغاز تاریخ زندگی انسان بر سیاره زمین تا کنون پیمودند.
ما خود را به منطقه عملیاتی رساندیم. بچه ها از میان دود آتشی که سراسر جبهه نبرد را فرا گرفته بود پیروزمندانه باز می گشتند. این عملیات اگرچه ظاهراً در برابر فتوحات بعدی بسیار کوچک می نماید، اما هسته نخستین شیوه معمولی است که ما در عملیات های بعدی اتخاذ کردیم، شیوهی که حزب الله را به عنوان مظهر قدرت خدا در کره زمین به بزرگترین قدرت جهان تبدیل کرد. حزب الله مؤمنی است که در پیوند با حبل المتین ولایت معصوم قرار داشته باشد. حزب الله مؤمنی است که در ظل ولایت معصوم خود اهلیت خلیفۃ اللهی یافته و برای اقامه عدل در کره زمین قیام کرده است. تولا و تبرا صفتی اصلی است که خداوند حزب الله را بدان ستوده است. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. حزب الله مؤمنی اهل اطاعت است، به امام عشق می‌ورزد و از دشمن او بیزار است و همه عمر خیش را وقف جهاد فی سبیل الله کرده است. دعای فتح مکه نشانه پیوندی است که بین ما و تاریخ صدر اسلام وجود دارد. اگر این پیوند حفظ شود، ما نیز هسته نخستین تمدنی خواهیم شد که همه جهان را تسخیر خواهد کرد و زمینه ظهور دولت جهانی عدل را فراهم خواهد آورد. من آرزویی که من داشتم این بود که بشه سیدم. یه آرزوی من ما هستیم یا نیستیم؟
ولش اینو حاجی بگو که حاجی بگو که اینو عیدی بچه‌ها دادن به حزب الله یای سراسر ایران. برادر خدا حالا همه تو درد بشه. عیدی بچه‌ها بگو. حالا چی نه امام سیه گفت. بگو خواب. خواب چی خواب دیدی برادر عزیزی؟ خواب دیدم که یه شب با بچه‌های همین گردان و همین بچه‌ای که هستن داریم از این خط میریم بالا، همین خطی که الان داریم میریم پایین، امام جلومونه، ما هم همه دنبال امامیم. بعد من برگشتم گفتم که امام از همینجا چون دید داشتن روی اسفالت، گفتم امام اینجا دید دارن. گفت نه فرزندم اینا همه کورن، اصلا چش ندارن. به ما ثابت شد که جدا کورن، امام جلومون بود. اگه امام نبود به هیچ وجه ما به این فیلم چیزی امام فرماندهی کل ما را امام داشتن. سیموری آخرین نایب نایب خواستشو وقتی میخواستن که بسپارن برای فقها ها فرمود من کانم این الفقها ها سائلن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللعوامه ان یقلدو و زارکه لا یکونو الا لبعض فقها ها شیعه. میگه که هر فقیهی که سائل نفس خود باشه، حافظ دین، پاسدار باشه خودش و بعد مخالف هوای نفسش باشه که مسلمه در امام امتی ظاهر میشه و بعدم مطیع مولا باشه، برای عوام هست که تقلید کنن. آیا این نیست مگه در امام امت رهبری کبیر انقلاب اسلامی اینا حضرت آیت الله العظمى امام خمینی که در این محمد 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 برادر نهاوندی با اشتیاق بچه ها را میبوسید و قربان صدقه سربازان اسلام میرفت. آنها به راستی سربازان اسلام هستند و این عصر آغاز تاریخ بعثت دیگر باری انسان است. قربونتون برم، قربونت برم، قربون سربازه اسلام برم، قربونت برم. اکنون برادر نهاوندی بعد از 7 سال که از عملیات امام مهدی می گذرد یک بار دیگر به گذشته ها می نگرد تا در این آینه عبرت ما را نسبت به جایگاه و تعهد تاریخی خیش متذکر سازد. چگونه که عملیات حضرت مهدی بعد از عملیات حویزه، محاصره حویزه بود که ما از اونجا به سوسنگر اعزام شدیم. وقتی که به سوسنگر اعزام شده بودیم، خب از هر مساجد اینها یک گروهی آمده بودن که گروه ما به اتفاق برادرمون عزیزی از مسجد امام حسین مسجد ولیعصر بود
گروه برادر نورینا از کارکنان راهن، سپاه راهن بود. برادر دیدور از بچه های استان فارس بود. برادرمون ناصر بیلقی از تبریز بود و هر کسی یک گروهی با خودشون آورده بودن به چپه، پیرو صحبت‌های حضرت امام که جنگ شروع شد ایشون فرمودن که از هر مساجدی یک گروه 22 نفری اعزام بشن به چپه. وقتی که ما از هویزه به سوسنگرد آمدیم، خب طبعا هر کسی با گروه خودش کار میکرد و اینها. بعد ما عزیزی به فکر این افتاد که یک سازمانی به نیروهای سوسنگرد بده که اینها زیر امر یک واحدی باشن که بتونه انشاءالله کاری را پیش ببره. چون در عملیات هویزه بودیم و برادر عزیزمون شهید حسین علم الهدا یکی از دانشجوهای پرو خط از امام بودن، بچه ها گردان را تشکیل دادن به نام گردان حسین علم الهدا. فرمانده گردان برادرمون اسحاق عزیزی بود، مسئول ستادمون برادر نوری بود، ما هم در خدمتشون بودیم. این گردان مدتی طول کشید شروع کردن به کانال کندن. بعد از اینی که قسمت شمال سوسنگرد ما پاکسازی کردیم، شروع کردیم به کانال کندن و کانال ها را شروع کردن. تونل زیر جاده بستان سوسنگرد زدیم سه تا، توی تمام مناظر را به هم سولاخ کرده بودیم. این کانال سرتاسری که از کنار رودخانه سوسنگر تا پشت ساختمان سوسنگر ادامه داشت و از اونجا 4 محور زده بودیم به خاکریز دشمن که حدود 15 متری خاکریز دشمن سر در آورده بود کانال ها. طولی نکشیده بود که دیگه میخواستیم عملیات رو شروع بکنیم که سرکله آقای بنی صدر در ابو حمیزه، روستایی بود به نام ابو حمیزه، ایشون اونجا پیدا شد که آره آقای بنی صدر اومده اونجا. بعد فردا که ما اومدیم سوسنگه، چون کاری با ایشون نداشتیم، فردا که اومدیم سوسنگه، سوسنگه سپاه سوسنگه بخشنامه ما نشون داد که بله بخشنامه شده، کلیه نیروهایی که در سوسنگرد هستن اینها باید از سوسنگرد برن. برادرمون عزیزی خیلی ناراحت شد. ایشون واقعا اون شب را من میدونم که تا صبح شاید نیم ساعت خواب نکرد و همش میگفت چه کار کنیم، چی جواب این بچه های بسیجی رو بدیم. ما یه مقداری باشون صحبت کردیم و بایدیم توکل به خدا و فردای همون روز جلسه شد در اتاق ما که اون برای رودخانه سوسنگرد بودیم. بچه های مسئول سپاه سوسنگرد برادرمون صفاهی مقدم بودن که ایشون آمدن اونجا و گفتن که ما باید تخلیه کنیم چون به ما بخشنامه شد. برادر ما عزیزی ایشون فرمودن که اگه همه ما کشته بشیم ما اینجا رو خالی نمی کنیم، حالا تا ببینیم بعدن چی میشه. ما به فکر این رسیدیم که خب نمیشه تنها یا سکوت کرد، باید بالاخره یه کاری بکنیم. نامه نوشتن بچه ها برای برادر عزیزمون شهید کلادوز که اون زمان در سپاه حضور داشتن. نامه نوشتن برای شهید باهنر که اینها به فاصله از چند روزی آمدن به سوسنگرد و مطالب آوردارا باشون در میون گذاشتن اینها که خب تکلیف ما چیه؟ تکلیف این بچه های بسیجی چیه؟ با اون چهره ای که خب واقعا عزیزی داشت، اون ناراحتی که داشت، اون خشمی که از این وضعیتی که براش پیش اومده بود داشت، این بود که اینها اومدن کانال ها را دیدن و من یادمه
میتونم به طور 100% بدم کانال کنده بودیم در شمال سوسنگت، خود شهید باهنر نشست اون کانال گریه کردم که این همه زحمتی که این بچه کشیده شده چطور میشه به اینا پاسخ نه داد، چجور میشه به اینها گفت برید عقب. بعد ما موقعی که با ایشون صحبت میکردیم که وضعیت عملیات و تهر و همه اینا را ما به ایشون در میان میذاشتیم، ایشون یه جمله خوبی گفتن که واقعا ما خودمونم تحت تاثیر قرار گرفتیم، که ما به فکری افتادیم که از بچه‌های بسیج استفاده بکنیم. ایشون فرمودن که خب خودتون میدونید که ما الان در مملکت مسئولیتی داریم و اگر بخوایم در این مسئله ما یه مقدار موضع‌گیری بکنیم و خدمت شما عرض کنم که دفاع بکنیم، میگن که اینها به علت مسئولینش و کارشکنی که میتونن انجام بدن به علت مسئولیتشون نمیذارن ما به جنگیم. ولی بهتر از اینه که ما این با اینه که میدونیم چیزی نگیم، ولی شما خودتون دفاع کنید، سعی بکنید که انشالله مقاومت بکنید و عملیاتون هم انجام بدید. وقتی که عملیات شما انجام شد و موفق شدید، اون موقع مشخص میشه دیگه، حرفی برای گفتن نیست، میشه روش تحلیل کرد، میشه روش همه چیز بیان کرد. خب بچه‌ها خیلی مقاومت کردن، بچه‌های بسیج و اینا همه مقاومت کردن، اینها دیدن نمیشه که با اینا طرف شد. بعد یه چند روز دیگه با اومدن برادر کلادوز و اینها آقای شمخانی صحبت‌های شد و مدتی که گذشت به ما بخشنامه کردن که آقا نیروهای شما میتونن در سوسنگرد بمونن. ما خیال کردیم که این نیروی نامنظمی هستید فلان و اینها باید بمونن. خب ما خوشحال شدیم، بچهای ارتش هم اومدن اونجا و خیلی هم استقبال کردن و ما هم از اونها استقبال کردیم، خوشحال شدیم. تا عملیات انجام شد، موقعی شروع عملیات شد، شروع عملیات که شد ما رفتیم برای هماهنگی با اینها. به ما گفتن که خب بذارید ما اجازه بگیریم ببینیم چی میشه. بعد دو سه روز دیگه به ما خبر دادن که آقا ما نمیتونیم با شما عملیات انجام بدیم، شما باید خودتون انجام بدید. ما به اینها گفتیم که بعد شما به ما آتش تهیه بدید. اینها قبول کردن، قبول کردن که به ما آتش تهیه بدن. ما یک دو تا از بچه خودمون فرستادیم اونجا، حدود 10 دقیقه به ما آتش تهیه دادن که عملیاتش 26 اسفند 59 ساعت 7:30 دقیقه شروع شد تا 7:40 دقیقه اینها به ما آتش تهیه دادن، این 10 دقیقه. عملیات که با موفقیت انجام شد، ناگفته نمونه که بنا بود که ما عملیاتو که فتح کردیم اینها مجدداً بعد 4 ساعت یا 5 ساعت دیگه به جای ما حرکت کنیم برای بستان، که وقتی عملیات ما فتح کردیم حدود 35 تا تانک سالم گرفته بودیم. خب تعدادی هم اسیر بود که فرستاده به اینور، ما اطلاع دادیم که بیان. گفتن آقا شما باید 48 ساعت اینجا رو نگه دارید و بعد از 48 ساعت ما بیایم پاکسازی بکنیم، اون وقت ما بیایم اونجا مستقر بشیم. که اینجا باز دوباره شهید عزیزی خیلی ناراحت شد، گوینا احتمالش هستش میخواد برنامه هویزه رو بنی صد به سر بچه ها در بیاره. بهتر از اینه که ما چشموشی بکنیم از این تانک ها، بچه هم که خب وارد نبودن، ما تانک ها رو کلن بزنیم. که حدود ساعت 11 بود بچه ها دستور دادن کلیه تانک ها را زدن، یک دو تا نفر بر ازشون آوردن این ور رودخونه و خدمت شما عرض کنم که عملیات تموم شد. پاتک دشمن شروع شد همون روز ساعت 2 بعد از ظهر بود که الحمدلله پاتک هم جواب دادن و عملیات تموم شد. عملیات که تموم شد ما اومدیم دوباره مجددن سر جای خودمون مستقر شدیم غرب سوسنگر. همین حدود 50 متری دشمن بودیم، بعضی جاش 100 متری بود، بعضی جاش زیادتر بود. باز دوباره شهید عزیزی شروع کرد تهر دادن برای عملیات بعدی. تمامیت انقلاب اسلامی به عنوان تنها مظهر حق در سراسر کره زمین در مبارزه کامل با مظاهر شیطان است و این همان راهی است که انبیا و پیروان آنها از آغاز تاریخ زندگی انسان بر این سیاره تا کنون پیمودند. اگر عملیات امام مهدی انجام نمی شد
ما هرگز به این قدرت عظیمی که در معنای امت نهفته است آگاه نمی شدیم و بنابراین هرگز راه آینده خیش را باز نمی شناختیم. یاد گذشته ها آینه عبرتی است که می توان در آن به تماشای آینده ها نشست. Hadi şuradan bakalım. Hadi şuradan bakalım.